حتی شما خفه نشین ما و شما احناف هم بعضی از متعصبین ما و شما احادیث را ساختن. امی علی هم در بین بسیاری مردم است که ابو حنیفه تا سراج امتی و این حدیث دروغ است. کیز بز بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم و یکی از علمای بزرگ احناف که ملا علی قاری است رحمه الله شمه یکی سر پیغمبر صلی الله علیه وسلم امیر متعصبین احناف دروغ بستن. بعضی از شان گفتن که سیه خروجو فی آخر الزمن. سبحان الله، باوند آدم از تعصب نگاه کنه با کفر میکشه. گفت در آخر زمان یک کسی خارج میشه که هو اشد علی الله من ابلیس، که او از بالای خداوند از ابلیس هم که بدتر است. اسمه محمد ابن ادریس. محمد ابن ادریس شافعی رحمت الله علیه را این مذهب دیگه از ابلیس هم که بدتر چی کردن؟ معرفی کردن. مثل که امروز بسیاری وقتا شیخ اسامه ابن لادن رحمه الله را بسیاری کسان میگن که والله ای از کفر هم که بدتر. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را بسیاری کسان میگن که اوه او محمد ابن عبدالوهاب ای از یهود هم که بدتر. و اختلافاتشان بمی هست بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه تعصب است. سه مشکلی که چهار مشکلی که تا در افغانستان حل نشه ما مردم اسلام نمیشه. فقر است، جمع جهل، جمع تعصب. و در افغانستان این قسم مردم ها بسیار زیاد از قرآن خبر ندارن، از احادیث خبر ندارن، از ساینس خبر ندارن، از تکنولوژی خبر ندارن، از حوادث دنیا خبر ندارن. جهل است. خب پخته جهل حکم فرما. این جهل قبول نمیکنم از جاهل است. در پالش فقیر هم است. حضرت علی صاحب چی میگه؟ لو کان الفقر رجلا لقتلته. اگر فقر شخص می بود ما او را میکشت. زیرا فقر است که کلی تو را خم میکنه میری. اکثریت مردم امی علی که بزد برادر مسلمان خود استاد است از خاطر چی؟ فقیر است پیسه برش میده. دو مشکل فقر. سه اون مشکل تعصب است. هر کس در اون راهی که رفته بسیار متعصبانه حرکت میکنه. والله از ابو جهل بتر یافت میشه کسایی که به نام مسلمان بسیار متعصب است. خب درست است ما با یک مذهب هستیم. آیا رئیس مذهب ما کاملا معصوم است یا معصوم نیست؟ آیا کل احادیث حفظ داشت؟ آیا از حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر که دو وزیر رسول الله صلی الله علیه و آله کل احادیث حفظ نداشتن؟ آیا رئیس مذهب ما از او که بلندتر است؟ آیا معصوم است؟